سلام، من کوروش پارسا از برنامه به سوی مسائل گذار در تلویزیون اینترنتی رنگین کمان هستم. مهمان گرامی امروز ما آقای مهندس کوروش زهیم از اعضای شورای رهبری جبهه ملی ایران سامانه ششم و دبیر سیاسی همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران هستند. سلام آقای مهندس زهیم از تهران. درود به شما آقای پارسا، خوشحالم بار دیگر ما هم صحبت میشیم و درود به بینندگان و شنوندگان برنامه شما. آقای مهندس زهیم، در عرض دو روز گذشته بحث‌های شدیدی در مورد پیمان نوینی که آقای رضا پهلوی اعلام کردند در جریان هستش در نیروهای بخش‌های مختلف اپوزیسیون. بخشی از گروه‌ها به اون پیمان نوین من جمله از مشروطه ایران و لیبرال دموکرات‌ها در اون طیف به این پیوستن، ولی نیروهای جمهوری خواه و ملی و گروه‌های دیگه نظرات گوناگونی دارن و شما که توی طیف نیروهای ملی هستید می‌خواستم ببینم آیا واقعا این پیمان نوین درش وجود داره؟ اون نیو دیل روزولت بود فکر کنم که ایشون، بعضی از دوستان میگن که این در واقع تکرار اونه، ولی آیا نقشه راه هم برای عبور از جمهوری اسلامی و هم نقشه راه برای آبادانی ایران، این چیزی که در سطحی داره مطرح میشه، این واقعا پیمان نوینه؟ نظرتون راجع به این چیه؟ جوانب مختلفش رو شما هر جوری که دوست دارین، خیلی ممنون میشیم نظر شما. چشم، خیلی ممنونم. ببینید، من بعد از این سخنرانی یکی از دوستان با من تماس گرفت که برای کیهان لندن دیدگاه خودم رو بنویسم که دیشب تا ساعت 12 قرار بود تحویل بدم، من نمیدونم چاپ شده یا نه. ببین، سخنرانی ایشون برای اولین بار حساب شده بود، یعنی همیشه ایشون فی‌البداهه صحبت میکنه و توی صحبتاش اشتباه زیاد میکنه. این دفعه از روی نوشته خوندن و سیاست مدارانه بود، یعنی با صحبت گذشته ایشون تفاوت کیفی داشت، ولی اون چی که من توش ندیدم یه راهکار بود. یعنی ایشون به کنشگران سیاسی داخل و خارج از کشور میگه این کارو بکنید، ولی موضع خودش رو روشن نمیکنه. البته ایشون گفت که من شخصا هیچ برنامه‌ای برای خودم ندارم، ولی خب اینو کسی باور نمیکنه. ایشون باید موضع خودش رو روشن میکرد، خط میکشید که مثل ما که میگیم ما جبهه ملی هستیم، ما بر حال روی دموکراسی و حقوق بشر باور داریم، ما جمهوری خواه هستیم، برنامه‌مون هم مینویسیم و عرضه میکنیم. ولی ایشون این کارو نکرد، موضع خودش رو روشن نکرد، اینکه خودش چه نقشی داره اینو روشن نکرد و فقط گفت که شما برید این کارو بکنید. خب این برای یک سیاستمدار همش درخواست نمیکنه که دیگرانی که توی کار کنشگری سیاسی هستن، مبارزه میکنن، خودشون میدونن چه کار باید بکنن. درسته اون همبستگی که لازمه پیروزی ما نداریم، هممون به هر حال راه خودمون رو میریم، ولی مسیر یکیه. این نقصش بود که من توی نوشتم بهش فکر کردم. ایشون توی مسابقه دیگه هم داشت، نمیدونم یه روز زودتر بود یا یه روز دیرتر بود، با یکی از این تلویزیون‌ها به زبان انگلیسی که من گوش دادم، بعد از اینکه ایشون این صحبت‌هاش رو به طور خلاصه تکرار کرد، بعد گوینده ازش پرسید شما به دخالت کشورهای خارجی باور دارید یا نه؟ ایشون گفت نه، مگه یک کنایه زد، گفت اگر ضروری ما نتونیم این کارو بکنیم اون وقت باید فکر دیگری بکنیم. یعنی آمادگی خودشون برای استفاده از نیروی بیگانه نشون دادن. این اشتباهای کوچیکی که ایشون زیاد کرده و اونجور به هر حال این چیزش به دل ننشست. البته به ما که مربوط نیست، چون ما جمهوری خواهیم. اگر ایشون هم میگفت ما جمهوری خواهیم، البته یک بار که ما همین گفتگوی به هر حال با فاصله رو با صدای آمریکا داشتیم دهه 80، ایشون برگشت گفت که من هم با جمهوری خواهی مخالف نیستم، اگه خواستم به هر حال چیزی داشته باشم، نقشی داشته باشم، میام
خودم نام نویسی میکنم، در انتخابات شرکت میکنم. خب خوب بود، ولی الان ایشون نمیدونه چی میخواد و نمیدونه چه کار باید بکنه. راهکار مدونی که عملی باشه یا دست کم به دل بنشینه ایشون نداره. خب ایشون یه در دو تا نکته در این صحبتشون پیمان نامشون، یکی که دست یاری به طرف دموکراسی خواهان دراز میکنه. این دست یاری دراز کردن همونجور که شما میگین راهکار مشخص نیست. آیا واقعا داره یک جوری یک رولی برای خودشون دارن تعریف میکنن؟ دوم این که به تمام روشنفکران و بخشی از الیت سیاسی ایران نهیب میزنه که شما با مردم باشه، که منظورشون دقیقا چیه؟ یعنی آیا دارن میگن رهبری من رو قبول بکنین، روشنفکران قبول کنین که نمیبایست انقلاب میکردین و حکومت، چون عکس محمد رضا شاه، آیا کسی که شما عکسی که در پشت شما گذاشته شده مرحوم دکتر مصدق هست نشون میده که چه نماد، وقتی عکس محمد رضا شاه رو شما میگذارید، آیا شما نماد، شما سخنگوی دموکراسی خواهان ایران میتونین بشین؟ اگر نمیتونین بشین چطوری دست یاری به طرف دموکراسی خواهان دراز میکنین؟ این سوال، میبخشید من سوالا رو به صورت رندوم تو کلام اومد مطرح، ملاحظاتم گفتم که نظر شما رو بشنوم. بفرمایید. نه، پرسشتون بسیار وارده، یعنی پرسش خوبیه و واقعیه. همین من گفتم که ایشون موضع خود چه روشن نکرد. من فکر کنم اگه بگی که من مثلا مشروطه خواهم ولی پادشاه خیلی مثلا دموکراتی خواهم بود، اینا بیشتر باورش میکنن تا ایشون هیچ نقشی برای خودش نذاره و وقت دست دراز کنه به دموکراسی خواهان و به کنشگران. خب دست دراز کنین چی؟ دست دراز کنه که با اونها هم صف بشه، یا دست دراز کنه که اونا پشتیبانش باشن؟ این ابهام در صحبتاش بود. البته این برای اولین بار سخنرانیش از پیش نوشته شده بود و خوبم نوشته شده بود، ولی این ابهامات همه اون کنشگرانی که ایشون میخواست مخاطب قرار بده این پرسش ها رو میپرسن، میگن ما هیچی نفهمیدیم که شما چی میگی، آیا خودتو رهبر میدونی، میخوای پیرو پیدا کنی که ازت پشتیبانی کنن، آیا خودت به جمهوری خواهان و دموکراسی خواهان جمهوری خواه میخوای بپیوندی، بگی منم یکی از شما ولی ادعایی ندارم. به هر حال باید موضع رو روشن کنیم. ما وقتی صحبت میکنیم به عنوان جبهه ملی ایران، ما موضعمون رو خیلی روشن توضیح میدیم، ابهامی توش نمیذاریم. من حتی دهه 80 و اواخر 70 هم بود که با من حتی تلویزیونای انگلیسی زبان مذاکره میکردم، اونجا میگفتم ما هیچ ابهامی در صحبتمون نمیذاریم، ما دقیق میگیم کی هستیم، چی میخوایم، هدفمون چیه و چه راهی رو داریم پیگیری میکنیم. ایشون هم باید همین تکنیک رو به کار ببره تا مردم باورش کنن. البته ایشون پشتیبان داره، اون آماری که آقای چیز گرفتن چند روز پیش نشون داد که ایشون 35% طرفدار داره تو ایران. بنابراین ایشون بلد نیست چجوری از این پشتیبانی که تو ایران داره بین مردم معمولی بهره برداری کنه. این مشکل ایشون در طی 20 سال هست، یا 10 سال در واقع که ایشون فعال شده، یا 20 سال اوایل 80 که ایشون خیلی فعال شده بود، این مشکل ایشونه که نمیدونه چجوری از پشتیباناش تو ایران بهره برداری بکنه، نمیتونه به قلبشون برسه و باور کنه که بباورونه که برنامهش چیه و قصدش چیه، چی میخواد. اگه روک بیاد بگه من میخوام پادشاهتون بشم، بهتر از اینه که بیا مثلا در ابهام صحبت کنه. بله، دو تا سوال دیگه من دارم. در مصاحبه‌ای دیدم که بخشی از جمهوری خواهان انتقاد بسیار شدیدی به این که در تمام این متن 15-16 دقیقه چند صفحه‌ای که نوشته شده، یک بار البته در مورد حقوق مردم اینجا و اونجا صحبت شده، ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند بین المللی و حقوقیه که به اصطلاح
متکی بودن، حداقل متعهد بودن بهش، الزاماتی رو میاره. و ایشون هنوز در این پیمان نامه خود نوشته شده که پیمان نامه بین خودشون هستش و نیروهای، نه که بین نیروهای مختلف سیاسی باشه، یک پیمان نامه یک طرفه که ایشون دارن مطرح میکنن، دموکراسیه، یعنی نظام حکمرانی دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو ایشون مطرح نمیکنه، که مثلا با اینکه در تمام صحبت به صورت قیقاجی در حال حکومت مردم بر مردم، حفظ حقوق اقلیت، ولی به اصطلاح حاکمیت قانون و حتی مثل قانون اول بودن، خب اگر مردم در قانونی یک قدرتی رو به پادشاه نمادین هم بدن و یک نظام نیمه استبدادی نیمه دیکتاتوری بدن، یعنی تموم شد، یعنی که یا اینکه ما دموکراسی میخوایم که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. این سوال اول من، نظرتون راجع به این قسمت چی هستش، اینکه دموکراسی. دوم اینکه آیا پیمان نامه اگه توافق نامه ای قراره باشه بین نهلهای مختلف، نباید نهلهای مختلف به اصطلاح با هم بشینن و یک پیمان نامه یا توافق نامه ای رو که حتی ممکنه به عمل هم منجر نشه، این توافق نامه امضا بشه، این پیمان نامه رو گروه های مختلف با هم امضا نمی کنن؟ یا اینکه یک نفر میاد میگه منم فردا چیز میکنم، میگم خب با اینکه ژن مخصوص ندارم و به اصطلاح یک برتری از لحاظ ژن مخصوص و موروثی ندارم، ولی کسی هم ما رو نمیشناسه، ولی اگر بیام برای خودم یه پیمان نامه ای رو به اصطلاح اعلام بکنم، آیا واقعا از طرف من مسحک نمیشه؟ بفرمایید. بله، ببینید، من فکر میکنم اگر ایشون به حال اطرافیان متخصص یا هوشمندتری داشتن، فکر این زدودن این ابهام رو میکردن. عیبی نداره ایشون بگه من میخوام پادشاه شما بشم، ولی من توی مصاحبه و مردمی که دوست دارن خب پیرو ایشون میشن، ما هم چیزا برنامه خودمون رو تبلیغ میکنیم، ما کمونیستان برنامه خودشون رو تبلیغ میکنن، به نهایتش رأی مردمه. اگه این راه رو بره، یا دقیقا بگه آقا من جمهوری خواه شدم و دلم میخواد رئیس جمهور بشم با این قانونی که مثلا تمام مسائل حقوق بشری و پیروی از دموکراسی رو رعایت میکنه. من بحثی داشتیم با خانمی که دبیرکل حزب مشروطه هستن تو یکی از این تلویزیون ها، و ایشون هم خیلی روشن فکرن و خیلی پیشنهادهای خوبی میکردن. منتها من گفتم ما نمیتونیم. فقط من توضیح بدم که ایشون فکر کنم در روز پیش آقای فؤاد پاشایی انتخاب شدن و ایشون دیگه دبیرکل نیستن. پیش از ایشون خانم توکلی در توکلی. آره، خیلی خانم متین و خیلی خوش فکرم بودن، صحبت خوبی داشتیم. همین صحبت شد که چرا پادشاهی مشروطه نه. من برایشون شرح دادم، گفتم که ببینید، ما 12 سال بعد از مشروطیت دموکراسی داشتیم و 12 سال بعد از جنگ دوم جهانی، و توی اون مشروطیت بعد از مشروطیت بالاخره پادشاهی شد، با رأی مجلس هم اتفاقا پادشاه انتخاب شد. ایشون نیمی از دوران 20 سالش رو رعایت میکرد قانون مشروطیت رو، و مجلس هم برای تا حدودی پشتیبانش بود، ولی اون کسایی که باور کردن ایشون و اومدن کمک کردن که ایران رو بسازن، امثال تیمورتاش، فروغی، نمیدونم داور، همه اینا به موقعی که مجلس ششم داشت تموم میشد، ایشون همه اینا رو کشت. یعنی کسانی که او رو در تاریخ بزرگ کردن همه رو از بین برد، عشقی رو از بین برد، داور رو از بین برد، همه رو که نام بردن. و بنابراین برای این که حرف اول رو بزنه، خب ما چه اطمینانی اون همون موقع، شما به خودت فکر کنید، ما چه اطمینانی داریم که پسرش این کار رو نکنه. پسرش هم بعد از جنگ دوم اون وقت سرفکندگی برای ملت ایران که یک کشور بیگانه میاد شخص اول کشور رو
بلند میکنه میندازه تو کشتی میگه برو تبعیدی. خب این خیلی آدم خفت خفت، این که حالا کاری نداریم که ما موافقیم با اون شخص اول یا نه، ولی این که یه ایرانی رو که شخص اول کشور هست، چه دیکتاتور چه دموکرات، یک کشور بیگانه میاد میندازه بیرون، خب جایی از سیاست ایشون عیب داشته که این اتفاق افتاده. بعد از جنگ دوم جهانی که پسر ایشون شد پادشاه، تا سال 32 مردم خیلی دوستش داشتن. مثلا من بودم دیگه، من نوجوان بودم و مردم شاه دوست داشتن. دخالت تو هیچ کاری نمیکرد، فقط تشریفات. سال 32 که کودتا شد یا ناگهان ورق برگشت، ایشون تمام حزبای سیاسی رو تعطیل کرد، دست برد توی قانون اساسی دست کم دو بار و قدرت هایی که توی قانون اساسی مشروطه نبود به خودش داد. و بعد که میدونید دو تا حزب گفت باشه مثل آمریکا، بعد اون دو تا حزب هم تحمل نکرد، گفت یه حزب باشه طرفدار من هم باشن، همه مردم هم برن عضو بشن، هر کس هم نمیخواد عضو بشه گذرنامه‌ش بگیره بره. خب یعنی این دیکتاتوری فساد میاره. اولش خوب شروع کرد، یعنی مردم شروع کردن از اون نفرت پیدا کردن، با وجودی که کشور رو آباد کرد، با وجودی که سطح زندگی مردم باد بالا، صنعت پیشرفت کرد در همه رشته‌ها، آموزش ملی شدن صنعت نفت و درآمد نفتی بسیار کمک کرد. درسته، ولی به هر حال این پول رو مثل این آخوندا ندزدید که همش برای خود. الان این پول نفت هم همینا دارن استخراج میکنن و میفروشن، ولی ما نمیدونیم. اگر اجازه بدین پرانتز بزنم، آیا واقعا فکر میکنین که آمار متفاوتی هست؟ البته این بحث امروز ما این نیست، ولی فقط به خاطر اینکه این رو به قول معروف یک پرانتزی باز بکنم، آمار متفاوتی هست در مورد فساد بنیاد پهلوی، فساد سیستماتیک در دوران شاه. ما در زمانی که بعد از انقلاب یکی از سری از آشنایان نگاه می‌کردم به دفترهای حسابداری آقای حجبر یزدانی که از بستگان من هم هستش بود، یعنی بودند، خب تمام شرکت نامه ها درصد زیادی برای خانم اشرف پهلوی و همه اینا نوشته شده بود. یعنی کات بزرگان داده میشد، ضمن اینکه خود بنیاد هم وقتی بقاله های بعد از انقلاب نگاه میکنین از 1 میلیارد تا چندین میلیارد تا چندصد میلیون دلار صحبت دارایی هست. فقط گفتم که درسته ممکنه 5% 10% باشه در مقابل 50% که در جمهوری اسلامی باب هست، ولی همونجوری که گفتین آیا واقعا دیکتاتوری محمد رضا شاه هم در هر صورت یک مقدار فساد در حوزه محدودتری شاید آیا نینجامید، یا اینکه شما فکر میکنین فسادی وجود نداشت؟ فقط این رو این وسط نه، فساد 100% بوده، من شاهد این فساد بودم. البته به هیچ وجه به پای جمهوری اسلامی نمیرسیده. مثلا اون اشرف تا موقعی که بود تو ایران و باج میگرفت از بعضی از کارخونه ها، بعضی طرح ها، بعضی از شاهپور ها همینطور باج میگرفتن. مثلا آقای طوفانیان که مسئول خرید اسلحه بود، اون چیزی که من از منابع، چون موقع منابع موثق میشنیدم، ایشون 5% کمیسیون میگرفت. این 5% اونی که منشن 0.5% برای خودش نگه داشت، بعد زیر تحویل دربار میداد. حالا چجوری پخش میشد نمیدونم، ولی مثلا اشرف که دیگه چه نور علی نور بود، یعنی تنها کسی که بدون هیچ ترس و وهمه‌ای بر حال فساد خودشو اجرا میکرد اشرف بود. ولی ببینید حتی من آخرای دو سه سال مونده به انقلاب به ایران آمدم، مثلا پدرم، میخوام مثال بزنم براتون جالب باشه، مثلا پدرم یک کشت پنبه داشت در بابرسر 400 هکتار با دو نفر شریک بود. یک هواپیمای چیز بود، وزارت کشاورزی بود که سمپاشی میکرد، این دست عبدالرضا بود و هر کاری اینا میکردن اون این هواپیما رو به اینا نمیداد، مجبوردن با دست سمپاشی کنن با این چیزای کوله پشتی. بعد اومد دید حریف اینا نمیشه، آمد چیز
چیز آلوده میکرد، بوته های پنبه رو آلوده میکرد. بعد پدرم مجبور شد افراد مسلح دوره این چیز بذاره، مزرعه بذاره. یعنی حالا دیگه تو جزئیاتش نمیرم، منظورم اینه که این کار اونا میکردن. من که از آمریکا برگشتم و به من گفتن، فوری گفتن که ما میخوایم این، چون خب روزنامه و مجله درباره من اینکه چه کارهای آمریکای خارج کرده بودم نوشته بودن، اومدن از طرف عبدالرضا که حتی گفتن ما مثلا کارگزار ایشون هسته، که این اتوبان چیز حلقه دور تهران رو به من بدن که بسازم. بعد اومدن درخواست 10% کردن. من گفتم آقا من باج به کسی نمیدم. من اون موقع مثل حالا یه ذره کل خر بودم، گفتم باج به کسی نمیدن و اینا. رفتن و پدرم شنید گفت چرا اینجوری باشون حرف میزنی، خب ملایمتر حرف بزن. بعد دوباره زنگ زدن که میخوام یه جلسه دیگه داشتم، یه جلسه دیگه خیمون وزرا گذاشتن، پدرم هم اومد اونجا نشست. گفتن که 5% ما قرارداد فردا امضا میکنیم. گفتم بسیار خوب، به شرطی که من رسید میگیرم، هر کس میگیره، شما باید مالیاتشو بدید به دولت، رسید مالیاتشو به من بدید، 5% ایبی نداره، کمیسیون فروشه من میدم. اینا قبول نکردن، قبول نکردن رسید بدن، قبول نکردن که مالیات شو بدن. این چیزا بود، ولی در سطحی بود. اینجا به من کار ارجاع کردن دهه 80 اون یا 70، به من میگفتن مثلا 1 میلیارده شما باید 400 میلیون چه به ما بدی، پروژه 1 میلیارده، میگفتن این 600 میلیونه، ما می‌نویسیم 1 میلیارد، 400 میلیون شو باید به من بدی. گفتم پاشید برید دکونتو جای دیگه باز کنید. میدونید تفاوت فساد دارم میگم. بله بله متوجه هستم. اصلا قابل مقایسه نمید. حالا درباره جمهوری اسلامی من میتونم ده ها مثال بزنم که جلو خودم رخ داده. بله بله، همین که خود رضا شاه با 1/3 املاک ایران در موقع رفتن و بعد خود آقای بنیاد پهلوی و تمام چیزها، درسته قابل مقایسه با این زخم و دزدی کلانی که این 42 ساله شده و واقعا یک شیفت جابجایی ثروت و دزدی به خارج بردن میخواد، اون قابل مقایسه نیست. و در ضمن نکته این بودش که من حالا اینو برگردونم به آخرین سوالم در مورد پیمان نامه که من که گوش کردم شما مطرح کردین که به نظر شما نوشته شده بود. حالا برای من این سوال پیش اومد که این مشاورین کیانن که فقط از آینده ایران شما 4 تا 5 تا قرارداد بین المللی هست که قرار شاخص بین المللی که راجع به قرار اونا رو رعایت بکنید، ولی استراتژی توسعه شما برای ایران، اگر دارین راه پیشرفت و توسعه ایران رو که اول باید دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر رو در تارکش باشه چون این دزدی ها و فساد رو از بین ببره برای شروع، که حالا برفرض اون رو هم اغماز بکنیم، آیا این پیمان نامه ای که با این همه سر و صدا و قوقا مطرح میشه یه چی به نظر من 20 ساله دارم سعی میکنم، یکی از علاقه های من همین استراتژی توسعه ایران هست، علاقه های شخصی، زمین که کارم تکنولوژیست هستم به هر صورت در نتیجه از جنبه تکنولوژی هم به این نگاه میکنم، برای من خیلی سطحی، ابتدایی و ناامید کننده بود که حتی به عنوان یک طرحی که مورد بحث قرار بگیره که خب اوکی 3-4 تا نکته هست، EATF هست، EFTF هستش، نمیدونم سازمان بین‌المللی کار هست، فلان هست، خب یه سری معیارهایی رو میدم، ولی ما همه تمام پیمان نامه تازه ما اینه که ما این به اینها شفافیت مالی به وجود میاریم و که باید به وجود بیاریم، یعنی در مورد فساد این نکته. آیا شما گفتین که این رو پخته یافتید، کلمه پخته رو استفاده نکردید، نوشته شده و حساب شده و فکر شده، آیا این فکر کردن اینها و مشاورینشون همینه؟ من نمیخوام کمش بکنم ولی واقعا مایوس ناامید کرد منو، واسه همین من این سوال رو صادقانه از شما میکنم، شاید شما نظرت دیگه باشه. من نمیخوام درباره ایشون و برنامهشون اظهار نظر کنم، ولی میتونم یه موازی براتون توضیح بدم. ببینید ما یه حزب سیاسی قدیمی هستیم، عجب ملیشیشون 2 سال تشکیل شده، خب از 97 حالا، و ما زیادم بزرگ نیستیم،
ما گسترده هستیم نامحسوس، ولی خودمون اون تو تعدادمون انقدر زیاد است. ما برای وقتی ادعا میکنیم که ما طرح داریم برای آینده ایران، ما طرح رو تدوین میکنیم، منتشر میکنیم. ما برای آینده ایران اینکه چگونه انتقال قدرت مسالمت‌آمیز انجام بگیره و قطره خون از بینه کسی نریزه طرح دادیم. حالا بسته به طرفمونه که بپذیره یا نپذیره، یا مثلا زیر فشاری قرار بگیری که مجبور بشه بپذیره. ولی افسون بر اون، بعد از انقلاب همه اومدن گفتن شاه بره، هر که باشه بهتره، و هیچ طرحی نداشتن. نه ما جبهه ملی طرح داشت، نه گروه های دیگه طرح داشتن، نه مخالفان طرح داشتن، نه آخوندهایی که اومدن طرح داشتن، فقط اومدن قدرت گرفت. ما الان که میگیم این باید این انتقال صورت بگیره، برای تمام جنبه های مدیریت کشور در آینده پس از این رژیم طراحی کردیم. یعنی حدود 70-80 صفحه طراحی کردیم دقیق. همه وزارتخونه چه خواهند کرد، چه جوری اداره خواهند شد، آموزش پرورش، نمیدونم ارتش، اقتصاد، همه چی. و بعدم اومدیم انتخابات و اینکه قانون اساسی چه جور باید باشه، که ما 5 ورژن اونو داریم که قراره توی مثلا مجلس مؤسسان دربارشون تصمیم بگیرن. یعنی کار کردیم. اتفاقا یه جلسه بود اینجا منزل من که این صحبت شد، گفتم هیچ حزبی در طول تاریخ ایران، آره تاریخ 70 سالمون رو باید حساب کنیم، پیش از اون که کسی کار طراحی نمی‌کرد، هیچ حزبی به اندازه ما، حتی ونزه 10% کاری که ما کردیم برای آینده ایران انجام نداده. خب اگه ما آینده ایران رو طراحی میکنیم و حساب شده میریم، البته روی همه طرحایی که ما کردیم بعداً اظهار نظر خواهد شد، ایشون که این همه ادعا داره چرا یه قدم بر نداشته؟ الان ایشون نمیدونه که مثلا چجوری دولت باید اداره کنه، چه قانون اساسی باید باشه، یا چه چیزایی باید تغییر پیدا کنه، یا چه گامهایی در سطح بین المللی. اینا تدوین نشده است. ما همه چی رو تدوین کردیم، حتی در جزئیات. نه اینکه اینا نهایی باشه، ولی اینها همه مطلبی خواهد بود که ما به بعد از این جمهوری اسلامی توی کمیسیونای تخصصی مطرح خواهد شد، نهایی خواهد شد، تصویب خواهد شد و اجرا خواهد بود. مثل دیگه مثل سال 58 نخ 57 نخواهد بود که کاسه چه کنم دست بگیریم بگیم حالا چی کار کنیم. حالا من شاهد این کاسه چه کنم بودم. یه مش بی سواد، بی تجربه میخواستن کشور اداره بکنن، بعضی هاشون هم یه پاشون تو دفتر من بود. خب نمیخوام اون رخ بده دوباره، ولی ایشون که این همه پیرو داره اونجا و ظاهرا پیرو داره و میدونم دفتر دستک داره، خب چرا به این نپرداختن؟ ما 2 سال پیش یک فراخوان دادیم به نخبگان ایرانی سراسر جهان که بیان به ما کمک کنن آینده ایران رو طراحی کنیم. خب به همه نخبگان ایرانی سراسر جهان، خب اقبال شد، ما کارو شروع کردیم، کمک از خارج داشتیم. الان از 5 تا ویرایش قانون اساسی که داریم، 2 تاش از برون مرز اومده، شخصیتایی که شما میشناسید. خب ما این کارو کردیم. بعد از چند ماه که 7-8 ماه که ما این کارو کردیم، این فرشگرد رو تشخیص دادن. بعد اومدن گفتن که ما این سالها یا ماهها اینو در نظر داشتیم. خب چرا اون سالها ماهها در نظر داشتید این کارو نکردید؟ حالا که ما کردیم اومدید کپی بچه، هیچ کاری هم نکردن. مثلا چه کار کردن؟ چه طراحی کردن؟ چه آینده سازی کردن؟ صفر. ما این انتقادمون اینه، از شخصیت ایشون ما انتقاد نداریم. ما میدونیم که عاشق ایرانه 100%. پدرش هم عاشق ایران بود، ایشون هم عاشق ایرانه. خود ایشون تجربه، پدرشون البته رفت هم سوئیس آموزش دید، هم رفتن پادشاهی آموزش دید که چجوری پادشاه بشه. ایشون این تجربه ها رو نداره. خب دست کم این گروه ها رو که میذاره به کار واداره که مردم باورش کنه. بله،
من دو تا نکته رو البته با اجازهتون، یکی اینکه همونجوری که گفتیم ققنوس خب دو تا از افراد شاخصش آقای عطا هدشتیان و آقای که جمهوری خواه هم بودن و آقای کنگرلو از اینکه افراد اصلی دو نفر از مورهای مؤثر این ققنوس بودن که متاسفانه فکر میکنم که البته من در تلگرام میبینم یه سری مطالبی از این جریان، ولی اون همونطوری که شما مطرح کردید اولا کپی بود، ثانیا که به هر صورت منجر به یک برنامه، البته من نمیدونم میشنش هم اون بود یا نه، جبهه ملی ایران همونجوری که خودتون داشتین میگفتین و نیروهای سیاسی دیگر خب وظیفه‌شون دادن برنامه اجتماعی و برنامه مدون که برای توسعه کشور، اون وظیفه احزاب سیاسی و گروه های استخوندار هستش که بتونن، و کار عظیمی است. واسه همین من یه چیزی زدم که این چیزی نیست که دو نفر آدم بگیرن واسه خودشون حتی رؤوسش رو درست بتونن مطرح بکنن. احزابی که کار کردن با گروه های کاری زیاد میتونن، البته اونا هم میتونن، ولی برای اینکه جدی گرفته بشه خب توسعه پایدار، حالا اگر به توسعه پایدار هم معتقد باشن، یک سری اصول داره. و من در یک صحبتی با آقای هدشتیان رو مطرح کرده بودم که خب طبعا یک بدنه کارشناسی نیرومندی در داخل کشور وجود داره در این ساختار سیاسی نمیتونه کار بکنه، ولی ماها یه مقدار از خارج کشور شاید این زیادی پریزامچوس و خیلی متجبرانه است که فکر کنیم ما همه مشکلات رو حل میکنیم چون ما اینجا به علم و تکنولوژی و این چیزا دسترسی بیشتری داریم. واقعیت اینه که کارشناسان داخل کشور، چه رهبران سیاسی چه کارشناسان مختلف زمینه علوم اجتماعی و تکنولوژی، خیلی قابل و مشکلات رو هم آشنا هستن. همونجوری که شما گفتین، من خیلی علاقمند هستم در آینده بتونیم یک صحبت جدایی برای این مسئله، برنامه مدونی که شما در نظر دارید بکنیم. در نتیجه این قسمت رو اگر موافق باشید، اگر نکات نهایی در مورد همین پیمان نامه دارین بفرمایید، وگرنه من برم روی بخش دوم در مورد اوضاع سیاسی خود کشوری خود صحبت. نه برید توی بخش دوم، چون ما نه تنها اون جلسه آینده که صحبت کردیم، این طراحی که کردیم که بیشترش برای این که نه تنها همه مردم، بلکه همه گروه هایی که خودشونو مثلا تا حدود جدا میدونن، مثل همیهنان کردمون، همیهنان ترک زبانمون، تمیدن عرب زبانمون، اینها اون بعضی بیشتر رهبرانشون این طرح ما رو پذیرفتن که میشه اینجوری در ایران، در قالب کشور ایران بدون هیچ مشکلی زندگی کرد. خب ما اینا تقریبا محرمانه و نیمحرمانه با همشون جلسه داشتیم. یعنی آیا ایشون این کار کرده که میخواد فردا چجوری کشور رو اداره بکنه؟ و امثال از خارج، ما شاید دست کم بین 30% تا 40% کارهای رو ما کردیم کمک از برون مرز بوده. خب ایشون که برون مرزه چرا این کار نکرده؟ دو تا قانون اساسی برای ما فرستادن از اونجا به عنوان پیشنهاد. ببینید، بنابراین ایشون مشکلش اینه که باید بباورونه مردمو. مردم طرفدارش هستن به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. الان 35%ی که چیز تو اون آمار آمد، خب مردمی هستن که از بغض معاویه رأی دادن به ایشون. خب از این فرصت میتونه استفاده بکنه. چرا استفاده نمیکنه؟ اگه مثلا یه گزینه بهتری بیاد در قالب جمهوری خواهی یا در قالب کارایی که ما داریم میکنیم، مردم ببینن دیگه مجبور نیستن باز جمهوری اسلامی زندگی کنن، حالا باید گزینش بکنن، وقت آیا این 35% 35% میمونه؟ بله. شما فکر نمی‌کنید به خاطر اینکه هنوز دوست دارن نماد ملی فراگروهی باشن، وگرنه واقعا اگر رهبری بخشی از همین مشروطه‌خواها و از کسایی که به اصطلاح به ایشون اقبال دارن رو بگیرن و سازماندهی بکنن و کار عملی بکنن، و همین مدیریت اینکه خب شما با فرشگردیا مشاوره دارین می‌گیرین، از آهی دارین مشاوره می‌گیرین، یک سازمان‌های مختلف، یک کانسل، یک شورای مشورتی بزرگ رسمی که بتونه در اون حد به این فرد، به این شخص به صورت مشاوره بده،
سازماندهی این چیزا در میگم به من، از من به من بگین چه جوری میخواد به قدرت برسه، من بهتون بگم چه جوری میخواد قدرت حکومت بکنه. و این سوال برای من همیشه وجود داره که همین سوال بیشتر، این که 35% اگر واقعا، حالا این آمار هم عوض میشه و خانم نسرین سودی بخش از شخصیت های داخل کشور هم اگه بگذاریم توی چیز، یه دفعه میبینیم که اینها بالا پایین میشه، ولی فرض رو بر این بگیریم که این 35% وجود داره، آیا واقعا سوال اساسی که داره شما مطرح میکنیم که از این نیرو بالقوه استفاده بشه و یک سازماندهی بشه برای شروع، ایشون آیا نباید برای شروع اگر میخواد دست یاری به طرف دموکراسی خواهان بود، اگر حالا دموکراسی خواهی رو فعلا به صورت خیلی باز بگیریم، آیا به عنوان نماد پادشاهی، اگه شما طرحی که در گفتگو امروز شما دارین مطرح میکنین و پیشنهادی که دارین میدین که ایشون حداقل ایشون خودشون به عنوان نماد پادشاهی و پادشاهی مشروطه اگه بگن، بسیار بسیار قدم مثبت‌تری خواهد بود تا اینکه بگیم من رهبر ملی همه ایرانیان هستم بدون و دستم رو به طرف همه دراز میکنم و وقتی جمهوری خواهان دستشون رو نمیفشارن و سوال دارن ناراحت بشن یا بگن که ناامید بشن، بگن که چرا شما دست یاری به طرف دست یاری دست ایشان رو نمیفشارید. خب به هر صورت سوال من اینه که آیا، البته شما در انواع مختلف در این مصاحبه اینو مطرح کردید و باز کردید برای نکته چیز نهایی، پیشنهاد شما به آقای رضا پهلوی چی هستش که چه کاری بکنه؟ اگر این رو من موقعیت ایشون استثنائیه ما نمیتونیم هیچ پیشنهادی بکنیم، چون من خودم با پادشاهی مخالفم، ما جمهوری خواه هستم، مثلا جبهه ملی از آغاز جمهوری خواه بوده، یعنی از بعد از کودتا اوائل که خب احترام میذاشته به قانون مشروطه زمان مصدق، ولی ما جمهوری خواه هستیم. چرا؟ برای اینکه توی طرز تفکر مردم این منطقه و ما اینه که اگر پادشاهی باشه اوتوماتیک پادشاهی به دیکتاتوری منجر میشه، ما این سابقه رو داشتیم، یعنی ما حتی مشروطیت ببینید یکی از جنبش‌های بزرگ تاریخ بشر بود بعد از فرانسه، به چی منجر شد؟ به یک نفر که میگفت آقا جمهوری باشه، اصلا رضا شاه میخواست جمهوری باشه، آخوندا نذاشتن، بعد ایشون گفت خب پادشاهی، رأی دادن بهش. خب وقتی پادشاهی رأی دادن دوباره برگشتیم، بعد چند سال اول که ایشون خودشو پیدا کرد، اعتماد به نفس پیدا کرد و دید داره پیشرفت میکنه، نمیدونم به امثال بزرگان کشور، یعنی اونایی که چیزی سرشون میشه، امثال تیمورتاش و فروغی و فلان حرفا، به حرفش گوش میدن و دارن کار میکنن، یه دفعه امر برایشون مشتبه شد، شروع که قلقم کردن. خب این دلیله که پادشاهی تو کشور ما دیگه از 1400 ساله که ما پادشاهیمون، 1400 به اضافه 60 سال که پادشاهیمون از اون قالب زیبای کهن ما بیرون اومده. بنابراین این برای ایران، ما حتی جمهوری هم اگه بشه، اگه ما درست اون اداره نکنیم، ممکنه یه رئیس جمهور مثل صدام حسین یا نمیدونم قذافی اینا پیدا بشه. بنابراین منطقه ما جایی نیست که یک نفر قدرت مطلقه داشته باشه، دست کم رئیس جمهور آدم میتونه تلاش کنه. ببین توی روسیه رئیس جمهور پادشاهه، کسی جرأت نداره که ایشونو کنار بذاره. توی چین ایشون دائم العمر شده، خب با پادشاه چه فرق میکنه؟ در واقع ولی آقای زنی نباید در قانون اساسی آینده مادام العمر بودن هر مقام قدرت رو، هر مقامی که باشه، این رو نباید منع کرد، چه نماینده مجلس باشه چه رئیس جمهور، یعنی کاملا مثلا دو دوره 8 سال محدود بشه بدون اما و اگر و چرا، که همیشه چرخش وجود داشته باشه. فکر نمی‌کنی حتی اگر پادشاه رو هم، مثلا اگه پادشاه نمادین هم داشته باشیم، چرا نباید پادشاه رو بچرخونیم؟ چرا باید حتما به فرزند این پادشاه ما به اصطلاح محدود بشیم؟ چرا پادشاه نمادین نیستن؟ شما جالب، اتفاقا این بحث شد با مشروطه خواهان. ببینید چین عادت نکرده به دموکراسی،
بعد از اینکه ماو اون کسافتکاری ها رو کرد و اون برای خرابکاری کرد چین رو به فقر و نابودی و اینا کشوند و دنگ شیاپینگ آمد جانشین اون شد، اون چهار نفر رو بعد از ماو اعدام کرد، شر فساد سیاسی و مالی راحت شد. این شخص اومد کار خود شو کرد، چین رو انداخت رو ریل پیشرفت و رفت کنار. ولی این آقا که اومده خب آدم بدی هم نبود، یه دفعه میخواد حالا دامال عمر بشه. آقای پوتین که آمده و نتونسته روسیه رو تکون بده، روسیه با اون عظمتش با اون سابقهش یک برند جهانی نداره، صنعتش مفت نمیارزه، فقط صنعت نظامی، خب برای که مدیریتش بده. ولی چین چه کار کرده؟ نصف دنیا رو گرفته با صنعتش. چون من دیده بودم چقدر بدبختن، میدونید من یکی از 100 نفر کارشناس بودم که زمان دنگ شیائوپینگ دعوت کردن اونجا با پیشنهاد دانشگاه‌های غرب که مشاوره بدم که چجوری این کشور میشه حرکت داد. خب وقتی تو رشته خودم، ولی اونها چینی ها چه کار کردن؟ با وجود اینکه اومدن کشور رو اینقدر پیشرفت دادن، باید رئیس جمهورش میخواد دائم العمر بشه. این ذهنیت ما نمیتونیم از شهرش خلاص بشیم، تو ایران هم هست. بنابراین ما نباید بریم دنبال پادشاهی. بله، حتی جمهوری عمر رو هم به قول شما باید واقعا در قانون اساسی آینده، چون اینو دیدیم بشار اسد، صدام حسین، پوتین، همه اینا تجربه جلوشش میمونن. و سوال به جایی که مشروط خواه و سلطنت طلب از جمهوری خواه میتونن بکنن، شما باید چطور باید جلوی این رئیس جمهورهای مادام العمر رو هم گرفت. و درست هم میگن و ما هم باید به هر صورت یک چاره در این مورد بکنیم که در قانون اساسی آینده ایران بدون اما و اگر جلوی رئیس جمهور مادام العمر مکانیزمی که جلوی این کارو بگیره. ما اینو توی برنامه خودمون گنجاندیم. ببینید شما اگر یک قوه قضاییه قدرتمند و مستقل داشته باشید، هیچ پادشاهی نمیتونه چه، مگه پادشاه بعد از پادشاه چیز اسپانیا که آوردنش از تبعید و اومد اونجا و زمام عمری برگرفت تونست قدرتمند بشه، مثل پادشاه سوئد و نروژ اینا عمل کرد. بله ببینید، ما باید قانون اساسیمون ایجاد یک قوه قضاییه بسیار قدرتمند بکنه، یعنی دیوان عالی کشور و قضات کشور. البته در زمان شاه قوه قضاییه خیلی قوی بود، یعنی حتی شاه هم از قاضیای ما میترسید چون علیه شاپورها رأی میدادن، شوخی نداشتن، چون مونده بود از زمان به هر حال که دموکراتیک بود. ما باید همچین چیزی، اگه شما یک قوه قضاییه داشته باشید که رئیس جمهور نقشی در انتخاب اینا نداشته باشه، که پیشنهاد بکنه ولی نقشی نداشته باشه، مجلس هایی که ما پیش بینی کردیم برای آینده ایران، مجلس شورای ملی و مجلس مهستان انتخاب بکنن و انتخابات هم کنترل شده باشه که نوکرها نیان تو مجلس یا توی سنا، اون وقت شما میتونید امیدوار باشید که رئیس جمهورتون دیکتاتور نخواهد شد، مثل آقای پوتین خودشو تا آخر عمر رئیس جمهور نخواهد کرد. به نظر میرسه که در مورد چگونگی جلوگیری از بازتولید استبداد، جبهه ملی و شما در این مورد هم به صورت کار کردید و طرح‌ها و برنامه‌های مشخص ساختاری برای آینده ایران دارید. من یه خورده اگه اجازه بدین صحبت رو برگردونیم. اول از شما، با اینکه ما 45 دقیقه توی این مسابقه رفتیم و حدود 10-15 دقیقه دیگه وقت داریم، اول اگه لطف کنید راجع به شرایط اوضاع سیاسی ایران به طور کلی، دولت، مردم، اون چیزی که به نظرتون در ویژگی های لحظه هست به نظر شما، اگر با بینندگان در میون بگذاریم ممنون میشم. ببینید منظورتون وضع سیاسی کشور در حال حاضره دیگه؟ بله دقیقا. چه حکومت چه مردم، وضع سیاسی ارتباط با مسائل خارجی، بایدن، ترامپ داخل،
بحران چگونی از بحران میدونم بحثم خیلی وسیعه، هر نکته‌ای که به نظر شما مهمه بفرمایید. ببین من فقط اشاره میکنم چون وقتم کمه که ما چه دیدی داشتیم نسبت به این جمهوری اسلامی از موقعی که بحران ها جدی شد. حالا از اینکه اینا اولش آمدن چه جوری آمدن چه کشتاری کردن اینا رو بگذاریم، اولین بحران جدی مثلا حتی نه سال 78 که دانشجویان رو اینا به کشتن دادن و نه بحرانایی که توی دهه 70 80 بود، ولی بحران اصلی جمهوری اسلامی از 88 آغاز شد، موقعی که خواستن یک شخصی رو رئیس جمهور تحمیلی بکنن. ما اون موقع یک تقریبا چند ماه پیش از اون مصاحبه با من که دانشجویان دانشگاه مالزی کرد ایرانی که اجازه گرفته بود مصاحبه با من پایان نامش باشه برای فوق لیسانس، اونجا صحبت انقلاب مخملین بود. من گفتم تو ایران که ایشون نوشت و آپلاس هم گرفت، گفتم ایران خلاصش این بود که ایران انقلاب مخملین رخ نخواهد داد، انقلاب رنگین رخ خواهد داد. بعد سال 29 اسفند که چیز نفت بود، ملی شدن نفت بود، من سخنرانی تبریز داشتم، اونجا گفتم که در تو این انتخابات تقلب خواهد شد، چون زمیناشو داشتم میدونستم که دارن چی کار میکنن، تقلب خواهد شد و مردم نارضایتیشون رو به خیابونا خواهند کشید و شاید بیش از 200 نفر کشته بشن و بیش از 10,000 نفر دستگیر بشن. این اونجا بود که شما درباره همبستگی گفتید. ما همبستگی رو با وجودی که 7 ماه پیشتر تشکیل داده بودیم، ما در 15 فروردین همبستگی رو اعلام موجودیت کردیم، چون میدونستیم که چه رخ خواهد داد تقریبا. بنابراین و بعد ما یه مانیفستی دادیم و به جمهوری اسلامی گفتیم که شما دارید تقلب میکنید و 8 میلیون رأی هم اینجا جابجا خواهد شد که آقای احمد نژاد حتما رئیس جمهور بشه، مردم نارضایتی خواهد تو خیابون خواهند ریخت و برای اینکه این اتفاق نیفته و خونریزی نشه و بحران جدی برای ایران رخ نده، شما بیایید اجازه بدید یک دولت موقت کشور رو موقتا تا تغییر قانون اساسی و انتخابات اینا اداره کنه و همه سر جای خودشون باشن و به کارشون ادامه بدن تا اینکه انتخابات جدید بشه. خب اینها قبول که میدونستیم نمیکنن، ما رو برها گرفتن، یه انگ براندازی هم بهمون زدن و موضوع دیگه خودتون میدونید تو خیابونا چه خبر شد. سال 97 ما یک مصاحبه با کیان لندن کردیم، گفتیم که ما مقایسه کردیم شرایط کنونی جمهوری اسلامی رو با شرایط پایانی یا سالهای پایانی شوروی، که من سال 58 درباره شوروی یک کتاب پژوهشی نوشته بودم که گفته بودم اینا 10 تا 12 سال دیگه چیز میشن، فرو میپاشن. اینو گفتیم الان وضع جمهوری اسلامی از وضع شوروی زمان فروپاشی بدتره، بنابراین جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشیه. ما خواستیم اینا یه ذره تو فکر فرو برن، ولی اصلا چون بیشترشون آدمای کم سواد و تقریبا نیمه کودن هستن، نمیفهمن آدم چی بهشون میگه و ادامه دادن. خب ما 97 هم اینو گفتیم، بعدا هم یه هشدار دادیم 98 که مردم به خاطر به این دلیل نارضایتیشون خواهن ریخت تو خیابون و بیش از 500 نفر کشته خواهد شد و بیش از 10,000 نفر دستگیر خواهد شد، بیاید شما جلو اینو بگیریم، که اونم دیگه فهمید چی شد. ما آمدیم اون موقع بود که ما نشستیم که فکر کنیم که فایده نداره با جمهوری اسلامی، اصلا اینا اصلاح پذیر نیستن، اینا فقط فکر دزدیدن و کشتن مخالفانشون هستن و هیچ جوری نمیشه تو مغز اینا نفوذ کرد. آمدیم که
شروع کردیم برای آینده ایران طراحی کردن. طراحی کردن که من خدمتون گفتم نمیخوام تکرار کنم و پیشنهاد کردیم بهشون که برای اینکه خودتون نجات بدید، برای اینکه تو خیابون تیراندازی متقابل نشه، برای اینکه مردم هم کلان دارن اسلحه میخرن، الان بعضی خونه ها تو زیرزمیناشون اسلحه جمع کردن و اینا، شما تیر میندازید یا تیر نخورید، و برای اینکه مبادا سربازان که بچه های من هستن، بچه های شما هستن، بچه های همینا هستن که ناراضی هستن، اینها با اون اسلحه دارن نیان تو خیابون، نیرو انتظامی همینطور، سپاه همینطور، چون سرانشون همه فاسدان و بی سواد. بنابراین برای اینکه این اتفاق رخ نده که کشتار زیادی خواهد شد، خیلی 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 بیشتر از 98، شما بیاید بپذیرید که ما یک کارگروهی که از همه اونایی که پاک دستن، حتی اونایی که توی نظام هم هستن ولی پاک دستن، اصلاح طلب ها، از اصولگرایان، از مثلا روحانیون، از حزبای ملی مثل خودمون، مثل دیگران، اینها، ما این کارگروه تشکیل میدیم. این کارگروه تنها وظیفش این خواهد بود که زمینه رو برای انتخابات مجلس مؤسسان به وجود بیاره با پشتیبانی سازمان ملل. بعد این متن‌های قانون اساسی رو ما تو این مجلس مؤسسان، متخصصین اونجا خواهد بود، بیشترشون حقوقدان خواهند بود، اینها بررسی میکنن، یکیشو انتخاب میکنن، اونو به همه پرسی میذاریم و بعد انتخابات آزاد. تازه برای انتخابات، نه اینکه مثل حالا انتخابات بشه، ما انتخابات رو یه طراحی دقیق کردیم که چجوری ما سیستم انتخاباتی کشور رو اجرا کنیم که همه مردم راضی باشن، حتی اونایی که مثلا ما به ناحق میگیم اینا تجزیه طلبن، همه راضی باشن. ما اینو با خیلی از همون گروه ها خاور مختار کشور صحبت کردیم، آمدن بر اینجا با من صحبت کردن، ما اینو بهشون عرضه کردیم، سرانجام پذیرفتن که ما با این سیستم انتخاباتی میتونیم زندگی کنیم و رضایت ما رو جلب میکنه. بنابراین الان ما منتظریم که جمهوری اسلامی، مثل که خودش هم داره الان سازماندهی میکنه که اگه مردم ریختن تو خیابون، یه کشتار بزرگی رو به وجود بیاره. ما البته به زودی اون رو هم آنالیز داریم میکنیم که یه بیانیه دیگه بدیم. اون دیگه آخرین چیز ما بود، آخرین تلاش ما خواهد بود برای که اینا رو سر عقل بیاریم و بهشون هم گفتیم که اگر این کار نکنید هیچ جای دنیا نمیتونید برید، پولاتون همه بلوکه شده، خودتون هم هر جا برید دستگیر میشید و هیچ جا نخواهید تونسته، چون اونایی هم که شما کشتید یا بهشون آسیب زدید یا پولشون رو مصادره کردید یا پولشون رو دزدیدید یا تو اختلاس های بانک های حرفا، اینا سروز میان سراغ شما و زندگی رو برای شما بسیار خطرناک میکنن. بنابراین سر عقل بیاید، ما میدونیم شما اون هوشمندیه که باید داشته باشید ندارید، ولی به فکر آینده خودتون باشید. خب آقای زعیم، من تقریبا آخرین سوالم رو بکنم چون که وقتمون داره به یک ساعت میرسه. با توجه تمام این مشکلات و بحرانایی که شما مطرح کردید، در بیانیه های مختلفتون هم مطرح کردید، در مرداد 97 هم که قبل از اینکه انشعاب بشه یک مطالبی رو مطرح، راه حل رو برای عبور از بحران مطرح کردین که سه گام درش بود، با توجه تمام این مسائل، و البته شما اگه یه خورده مشخص‌تر برای ما این راه بحران که البته تسلیم حکومت و انتخابات مجلس مؤسسان با به نظارت یک عده مستقل چیزی بوده که قبلا گفتیم، ولی آیا واقعا عبور از این نظام بدون به اصطلاح شق شدن حاکمیت و دفع هسته اصلی قدرت که هیچ وقت بر نمیتابه، آیا بدون اون امکان پذیره؟ اگر نیست چرا؟ اگر خلای اپوزیسیونی هم وجود داره، اون شورای رهبری و اون جریانی که میخواد رهبری تغییر رو در داخل به عهده بگیره، آیا از درون اتحاد نیروهای ملی جمهوری خواه دموکرات نباید به وجود بیاد؟ اگر این قراره به وجود بیاد، این انشعابات درون بخش ملی به اصطلاح
جنبش آیا کمک میکنه یا کمک نمیکنه؟ میدونم 5-6 تا سوال در یک سوال جمع کردم براتون. ببینید، اولا که نه، ما امیدواریم که جمهوری اسلامی در نهایت به یک بنبست بسیار شدیدی خواهد رسید، امیدوارم اون موقع توجه کنه به پیشنهاد ما، ولی ما اون انشابی که میگید اونجوری رخ نداده. اگه شما اشاره به جبهه ملی ششم میکنید، ما به حال از محافظه کاری تصمیم گرفتیم که محافظه کاری نیاز کشور رو رفع نمیکنه. ما باید به اصطلاح آوانگارد باشیم، ما باید پیشگام باشیم، ما باید تر بدیم، ما باید شجاع باشیم، ما باید نگران جانمون یا مالمون نباشیم. بنابراین ما در واقع ما جدا نشدیم، ما چیز لشکر زرهی هستیم، اونا لشکر پیاده هستن و منتظرن که لشکر زرهی بره راه باز کنه اونام بیان. ولی اینو من انشاب فکر کنم قشنگ اینو من شعر دادم، وقتی لشکر زرهی میره جلو و جلو تیر میره و کار انجام میده، اونها دیگه میتونه لشکر پیاده بیان بقیه کار انجام بدن. البته این بحثش طولانیه، امیدوارم دفعه آینده بهش بپردازیم چون جزئیاتش خیلی جالبه. بله حتما. خب اون البته تشبیه جالبی کردی که البته باید در بیشتر این رو باز بکنیم و بحث بکنیم. یک نقدی هم به شما در پایان، بسیار از دوستان در بعضی از مصاحبه ها شما مطرح میکنید که اصولگراهان با شما تماس گرفتن و این سوال پیش میاد که این اصولگرایان که هسته اصلی قدرت هستن، آیا شاید عناصری توشون برای آینده خودشون توشون سوال پیش اومده و دارن سعی میکنن که خودشون رو یه جوری به اصطلاح آینده خودشون رو تضمین بکنن؟ شما آیا این رو به این مفهوم میگید، این که هسته اصلی قدرت و اصولگراهان به اصطلاح تسلیم بشوند؟ یک گزاره بسیار بسیار در مجموعش، حالا دو سه نفرشون ممکنه اینجا اونجا بترسن و چیز بکنن، ولی معنی این که این اصولگراهان با ما دارن تماس میگیرند دقیقا چی هستش که بعضی از دوستان این رو به این نوع به اصطلاح ممکنه به اصطلاح ترجمه بکنن که شما حاضرید با اصولگرایان هم سازش بکنید؟ مثلا البته من این رو خودم معتقد نیستم، من فقط دارم سوال میکنم که برای بینندگان شما توضیح بدید. ببینید، اون ما که نوشتیم گفتیم اصولگرایان و کسانی که پاک دست ماندند، نه کسانی که در آلودگی های جمهوری اسلامی مشارکت داشتند، چون مردم اونا رو بر نمیتابن، ما کاری هم باشون نداریم، ولی هستن کسانی که خودشون اصولگرا فرض میکنن و اصولگرا فهرست میکنن، ولی واقعا در فساد جمهوری اسلامی مشارکت چندانی نداشتن. ببینید، ما نمیتونیم کسانی که تو این کشور بر حال مسئولیت هایی دارن یا پیشینه ای دارن اینا رو حذف بکنیم، اگه حذفشون کنیم دشمن ما میشن. بنابراین وقتی ما راه درست رو میذاریم جلوشون، اونا میپذیرن، میگن بله ما این راه رو میان. ما حتی از قوم از حوزه علمی هم ما کسانی داشتیم که علاقه داشتن با ما جدی صحبت کنن، از کسانی که مثلا رده های بالا بودن و نسبتا پاک دست بودن، اونها هم میخوان صحبت کنن، آمدن، بعضی آمدن رفتن، حتی کسانی که الان خودشون دارن به تنهایی پیش میرن، ایده رو ما برشون دادیم. نمیتونیم، ببینید، این که ما بگیم ما مثلا سپاه رو میندازیم دور، اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست، ما نمیدونم فلان میکنیم، ما نمیتونیم. ما باید از همه داشته باشیم، اگه ما بدنه سپاه طرف داریم این تغییر باشن، سران سپاه کاری نمیتونن بکنن، اونا یا باید فرار کنن یا باید تمکین کنن. یا مثلا اون کسانی که فساد زیاد کردن در جمهوری اسلامی و ترس از سایه‌شون دارن، ما کاری به کارشون نداریم، گفتیم ما پولتون رو بیارید اینجا سرمایه گذاری کنید. خب پدر راکفلر هم قاچاقچی بوده، تحلیل نمیشه، یا پدر بزرگ کندی. شما میلیاردرها باشید، بچه‌هاتون آدم میشن، میان تو سیستم آینده و کشور رو آباد میکنن. بنابراین ما نمیتونیم حذف بکنیم، ما نباید مثلا فریب بخوریم و
تسلیم هیچ گروهی بشیم، ولی ما نمیتونیم حذف کنیم. ما باید همه رو جذب بکنیم، باید قدرت پیدا کنیم. وقتی قدرت پیدا کردیم، اون وقت وقتی متونستیم طرح و با کمک همه به اجرا بذاریم، اون وقت اون قانونه که با همه برخورد خواهد کرد. بعد من متشکرم از تمام توضیحاتی که دادید. درست یک ساعت شده و میدونم که به اصطلاح یک مصاحبه طولانی داشتیم و به اصطلاح امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم با هم دیگه گفتگوی بیشتری در جوانب مختلف این برخی از این مسائلی که صحبت کردیم رو بیشتر بشکافیم و بحث بکنیم. با تشکر از شما آقای مهندس زعیم، اگر نکات پایانی دارین در خدمتتون هست. نازم خیلی ممنونم که چیز کردیم، خیلی صحبت داریم. واقعا کاری که کردیم مدلمون میخواد بارها و بارها برای مردم تشریح کنیم. من از این فرصت ها استفاده میکنم که بگم ما چه کارها کردیم، فقط حرف نیست، و همه رو که ما منتشرم کردیم خیلی هاشو که مردم بدونن که ما برای آیندهشون کار کردیم، که هم امیدوار باشن هم پشتیبان ما باشن. با تشکر از شما.